سرخط خبرها، پیام رهبر انقلاب به آمریکا درباره برجام. بلینکن: ایران در مدت 3 ماه مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را غنی‌سازی می‌کند. تازه‌ترین اظهار نظر بایدن درباره ترامپ: بایدن رسماً چین را تهدید کرده. درود بر شما همراهان عزیز. به تازه‌ترین رویدادهای این ساعت از اتاق خبر خوش آمدید. مشروع خبرها، پیام رهبر انقلاب به آمریکا درباره برجام. رهبر انقلاب درباره برجام خطاب به طرف اروپایی و آمریکایی فرمودند: عمل ببینیم، ما هم به تعهداتمان عمل خواهیم کرد. این بار جمهوری اسلامی ایران با حرف قانع نخواهد شد. رهبر انقلاب امروز به مناسبت واقعه 29 بهمن در سخنرانی خود به صورت ویدیو کنفرانس به موضوع برجام نیز اشاره کردند و فرمودند: درباره برجام بارها صحبت کردم و سیاست‌های نظام را گفتم. این بار هم می‌گویم، ما حرف و وعده خوب خیلی شنیده ایم که در عمل نقض شده است. حرف فایده ندارد و فقط عمل مهم است. عمل ببینیم، ما هم به تعهداتمان عمل خواهیم کرده. این بار جمهوری اسلامی ایران با حرف قانع نخواهد شد. بلینکن: ایران در مدت 3 ماه مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را غنی‌سازی می‌کند. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن معتقد است که ایران اکنون قادر است مواد هسته‌ای را در مدت 3 تا 4 ماه به سطح سلاح غنی برساند. به گزارش اسپوتینگ، بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا درباره غنی‌سازی سلاح هسته‌ای در ایران گفت: ایران در مقایسه با زمانی که توافقنامه برجام در حال اجرا بود، به احتمال تولید مواد هسته‌ای برای سلاح بسیار نزدیک‌تر است. به اصطلاح زمان مورد نیاز به تولید مواد هسته‌ای برای تولید سلاح در زمان توافق برای مدت 1 سال بود. طبق گزارش ها اکنون 3 یا 4 ماه باقی مانده است و ما در مسیر اشتباه حرکت می کنیم، یا همان به سمت کاهش بیشتر شرایط پیش می رفتیم. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، کار بر روی یک توافقنامه بلند مدت و جدی‌تر ضروری است. وی افزود: اگر به توافق برگردیم، اگر ایران به پیروی از برجام برگردد، ما نیز همان کار را انجام می دهیم. پس ما باید روی یک توافق بلند مدت و جدی‌تر کار کنیم. بلینکن معتقد است که چنین توافقی باید شامل برنامه موشک بالستیک ایران و اقدامات بی‌ثبات کننده تهران در سایر کشورها باشد. گفتنی است پس از توافقنامه برجام، 8 ماه می سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از برجام خارج می شود و نه فقط تحریم‌های قبلی را باز می گرداند، بلکه تحریم‌های جدید علیه تهران را نیز اعمال خواهد کرد و به دنبال آن تحریم‌های واشنگتن علیه ایران احیا و تشدید شدند. آمریکا تلاش می کند دیگر کشورها نیز ایران را تحریم کنند. تازه ترین اظهار نظر بایدن درباره ترامپ. رئیس جمهور آمریکا در دیدار عمومی با مردم گفت: از صحبت کردن درباره رئیس جمهور سابق این کشور خسته شده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بامداد امروز سه‌شنبه به وقت محلی در دیدار عمومی با مردم با اشاره به استیضاح دوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق کشورش، گفت: از صحبت کردن درباره وی خسته شده است. به نوشته وبگاه خبری تحلیلی هیل، در جریان این نشست که در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین برگزار شد، بایدن در خصوص جلسه استیضاح دوم ترامپ گفت: برای 4 سال تمام آنچه را در اخبار دیده شد ترامپ بود. 4 سال آینده میخواهم اطمینان حاصل کنم که همه اخبار درباره مردم آمریکا باشد. من از صحبت کردن درباره ترامپ خسته شدم. بایدن در این نشست همچنین در خصوص وضعیت کرونایی کشورش هم صحبت کرد و گفت که شرایطی را از دولت پیشین به ارث برده که در آن افراد کمی برای انجام واکسیناسیون وجود ندارند و راهکارهای فدرال کمی در خصوص تزریق واکسن به مردم آمریکا وجود دارد. رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین گفت: زمانی که وارد دفتر ریاست جمهوری شده، یک واکسن هم در اختیار نداشته است. بایدن بعد از مراسم تحلیف خود در 20 ژانویه 2021 یا همان 1 بهمن ماه از بردن نام ترامپ خودداری کرده است. وی حتی در مقطعی ترامپ را شخص سابق خطاب کرده.
جلسه سیزده دوم ترامپ روز شنبه در مجلس سنا برگزار شد و وی بار دیگر تبرئه شد. در رأی‌گیری سنای آمریکا برای استیضاح ترامپ در ماجرای حمله به کنگره این کشور در روز تایید آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری، 57 سناتور به استیضاح او رأی مثبت دادند و 43 سناتور با این کار مخالف بودند و به دلیل نرسیدن آرای استیضاح به حد نصاب 67 رأی ترامپ تبرئه شد. اما به رغم تبرئه شدن ترامپ توسط سناتورهای جمهوری‌خواه از اتهامات مطرح شده در طرح استیضاح، دموکرات‌ها اما هنوز از پیگیری حمله هواداران وی به کنگره دست نکشیدند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، بامداد سه‌شنبه ضمن صدور بیانیه‌ای از تشکیل کمیسیونی برای بررسی حمله به کنگره و همچنین طرح بودجه اضطراری برای امنیت ساختمان کنگره خبر داد. پلوسی در بیانیه گفت اکنون مانند همیشه امنیت مانند دیروز است. امنیت کشورمان، امنیت کنگره ما که نماد دموکراسی است و امنیت اعضای آن. بایدن رسماً چین را تهدید کرد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در یک رویداد تلویزیونی درباره عملکرد چین در رابطه با اقلیت مسلمان در منطقه سینکیانگ گفت این کشور آسیایی بابت آنچه او سوء رفتارهای حقوق بشری می‌خواند بهایی پرداخت خواهد کرد. به نقل از خبرگزاری رویترز، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بابت اقلیت‌های اویت‌ها در کمپ‌های بازآموزی و دیگر مسائل حقوق بشری مورد انتقاد جهانی قرار گرفت. زمانی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره این مسائل در نشستی که از CNN پخش شد تحت فشار قرار گرفت، درباره شی گفت تبعاتی برای چین خواهد بود و او این را می‌داند. به گفته بایدن، ایالات متحده نقش جهانی خود را با حمایت از حقوق بشر دوباره نشان خواهد داد و با جامعه جهانی همکاری می‌کند تا چین ملزم به حمایت از آنها شود. بایدن در اولین سفر رسمی خود به یکی از ایالت‌ها از زمان روی کار آمدن در ژانویه گفت چین به سختی در تلاش است تا یک رهبر جهانی شود و آن لقب را بگیرد و اینکه بتواند اعتماد دیگر کشورها را جلب کند. تا وقتی آنها رفتارهایی دارند که مغایر با اساس حقوق بشر است، انجام چنین کاری برای آنها دشوار خواهد بود. جو بایدن این ماه در تماس تلفنی 2 ساعتی با رهبر چین تاکید کرد اولویت آمریکا حفاظت از مناطق آزاد و باز هند پاسفیک است، جایی که ایالات متحده و چین رقبای استراتژیک جدی هستند. بینندگان عزیز، ممنون، سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان لطفاً کانال ما رو دنبال کنید و نظرات خودتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. تا ساعت دیگر، وقت خوش.